صبحتون بخیر. سلام سلام پسرای عزیز من، صبحتون بخیر. خب بچه ها، من یه حاضر غایب بکنم ببینم کی سر کلاس هست. اجازه میدین من یه حاضر غایب کنم؟ اسم هر کسی رو که صدا زدم دستشو بگیره بالا. اسم هر کسی رو که صدا زدم بچه ها دستشو میگیره بالا. خب آقای محمد یحیی احمدی، آفرین محمد یحیی. تاها اسکندری، تاها جان اسکندری، باریکلا. آقای امیر حافظ اسماعیلی، آفرین. محمد یاسین اشراقی، آفرین. پارسا اسقری، پارسا جان هستی عزیز دلم. حسین داوودی، آفرین. صدرا زرگرزاد، صدرا جان هستی عزیز دلم. صدرا مرسی، آفرین. آقای مهراد سربالاوند، مهراد جانم هستی؟ مهراد سربالاوند، سربالاوند زنگ تفریح تموم شد مهراد جان. مهراد زنگ تفریح تموم شد. سربالاوند، سربالاوند، غیبت میزنم برات، دستتو بالا نمیگیری. آقای آها محمد معید شاه محمدی، دیدمت، مرسی. آقای سورنا شمشکی، سورنا جان هستی عزیزم؟ سورنا آفرین. امیرعلی فرهانی، امیرعلی جانم هستی؟ امیرعلی مرسی. محمد تا محمد مهدی طالبی، علا عقیقی، امیر حسین طباطبایی، امیر حسین آفرین. ایمان قاضی نژاد، ایمان قاضی نژاد، کیان کارگری، کیارش محمدی، حسان معمار نژاد، کیارش مقدم، کیارش هستی؟ مقدم مرسی. فراز محبوبفر، خلیل مویسشی. الان ایمانم میاد، خبر دارم ازش، الان ایمان میاد. خب بچه دستا پایین، همه دستا پایین، دستا پایین، دستا پایین، همه دستا پایین. بچه همگی برین کتاب علومتون رو بیارین. کتاب علومتون فصل پنج، دنیای گیاهان. میخواییم وارد بچه یه دنیای قشنگی بشیم. با دنیای حیوانات آشنا شدیم، حیوانات رو معرفی کردیم، گفتیم حیوانات چی هم بچه ها؟ موجودات زندن. حیوانات یه تفاوتایی با هم داشتن، شکل ظاهریشون با هم تفاوت داشت. مثلا ما انسان ها خیلی شکل ظاهریمون با هم فرق نمی کنه، هممون دوتا دست داریم، دوتا پا داریم، یه خورده قیافه هامون با هم فرق میکنه. ولی حیوانات یه سریاشون خیلی کوچولو بودن، مثل کفش دوزک، مثل حشرات ریز. یه سری ها خیلی گنده و بزرگ بودن، درسته بچه ها؟ یه سری ها اصلا یه گروه دیگه بودن، مثلا علا و چند نفر تحقیق کرده بودیم راجع به سگ، مثلا سگ ها خودشون اصلا یه ایل خاصی بودن، یه جوری بودن. یه سری هاشون مثلا سگای نگهبان بودن، یه سریاشون سگای شکاری بودن. خلاصه با حیوانات مختلف آشنا شدیم، فهمیدیم که راه رفتنشون، حرکت کردنشون با هم حتی فرق میکنه. بعضیاشون میخزن و راه میرن، بعضیاشون پرواز میکنن و حرکت میکنن. پرواز میکنن، وقتی میخوان حرکت کنن پرواز میکنن، راه هم میرن. مثلا پرنده ها وقتی میشینن رو زمین دونه میخورن، با این پاهاشون راه میرن. ولی
حرکت کردنشون که بخوان از یه مسیر طولانی برن به یه مسیر دیگه با پرواز کردن بود. بدنشون از چی پوشیده شده بود؟ بدنشون از پر پوشیده شده بود. بعد رفتیم گفتیم حیوانات بعضیشون برای ما مفیدن، بعضیشون برای ما خطرناکن. بچه‌ها مثلا یکی از این حیوانایی که خیلی خطرناکه برای مزرعه ها، اگه خودتون صفحه کتاب رو نگاه کنین، هم موشو گذاشته، هم عکس مگس و هم عکس ملخ. بچه نمیدونم دیدین یا نه، مثلا توی اخبار میگه که ملخ به زمینای کشاورزی حمله کرد. یعنی چی؟ بچه ملخ ها دشمن این زمینای کشاورزی هن. یعنی وقتی که توی زمین کشاورزی ملخ بزنه، همه اون زمین رو از بین میبره. گروهی حمله میکنن، یعنی یهو مثلا 1000 تا ملخ میریزه توی زمین کشاورزی و این آسیبو میرسونه به انسان ها. پس اینم یاد گرفتیم، بعضی از حیوانات واسه ما فایده دارن، بعضی از حیوانات واسه ما تازه ضرر هم به ما میرسونن و خطرناک هم هستن برای ما. بچه میخوایم بریم سراغ دنیای گیاهان. بذاریم بپرسم ببینم. بچه ها یه چیزی قبل از اینکه برم سر دنیای گیاهان، اون هفته کیارش یه کوچولو در مورد گیاهان توضیح داد. یک بار دیگه میخوام بهش تصویر صدا و تصویر بدم، دسترسی صدا و تصویر بدم، یه کوچولو دیگه در مورد گیاهان برای ما صحبت کنه تا من برم بعد از یاسین بپرسم. یاسین تحقیقش رو نتونستم تو اسکای آپلود کنم، میذارمش توی واتساپ، ولی خودش باید در مورد تحقیقش صحبت کنه. کیارش محمدی تایید صدا و تصویر میدی؟ کیارش جان تایید صدا و تصویر میدی؟ کیارش محمدی، محمدی تایید صدا و تصویر میدی؟ کیارش جان اومدم یه دقیقه، ارتباطمون توی کلاس چیز انگلیسی خیلی خراب شده بود، بعد میرفتم بیرون دوباره میومد. اشکالی نداره، اول سلام بعدن کلام. سلام علیکم. سلام، صبحت بخیر. شما هم بخیر. خب آقای کیارش، به نظر شما گیاها موجودای زنده‌ای هستن؟ بله. چرا؟ من میگم ما کجاش این حرف میزنه آخه که موجود زنده باشه، این صدا خودش در میاره. چرا شما کیارش بهش میگی گیاه موجود زنده است؟ به خاطر اینکه صدا در میاره و آسیب میرسونه. گیاهان رو میگم، گیاهان میگم چرا زنده است. حیوانات تموم شد. میگم این گیاهان موجودات زنده هستن. غذا میخورن. چی؟ غذا میخورن. فقط چون غذا میخورن موجود زنده هن؟ نه. خب ماشین هم غذا میخوره، ما به ماشین بنزین میدیم. گوشت میخورن. کیا چسا صدای من رو میشنویم؟ راست میکنن. اشتباهی میگی، مگه گیاهان گوشت میخورن؟ صدای من نه ببخشید یه دقیقه قاطی کردم. خب سب کن. شما خودت در مورد گیاهان تحقیق کرده بودی درسته؟ بله. من میگم آقای کیارش محمدی، محقق کوچک، دانشمند کوچک، من به شما میگم که گیاهان موجودای زنده نیستن. شما به من بگو چرا به شما به گیاهان میگی موجودای زنده؟ به خاطر اینکه غذا میخورم و رشد میکنم. یه دلیل دیگه هم داشت. غذا میخورم. بچه ما میگفتیم موجودای زنده 3 تا ویژگی مهم دارن. غذا رشد میکنن، نفس میکشن. چی؟ نفس میکشن. گیاها چطوری نفس میکشن به نظر شما؟ آب و خاک. نه، چجوری نفس میکشن؟ شما غذاشونو گفتی. به نظرت گیاها چجوری نفس میکشن؟
بچه ها به نظرتون گیاه ها چجوری نفس میکشن؟ اینطور نفس میکشن که از کیارش سب کن گوش بده ببینم یکی دیگه از دوستات میتونه اینو جواب بده بفهمیم آخه گیاه ها چجوری نفس میکشن. بذار ببینم. فراز سلام، صبحت بخیر. شما بیا تو بحث ما شرکت کن ببینم. سلام، شب شما هم بخیر. سلام عزیز دلم، به نظر شما گیاه ها چجوری نفس میکشن؟ از فوتانتوز. چی؟ از ما این چیزا به زیر دیپلم حرف بزن فراز، ما فعلا این چیزا رو یاد نگرفتیم. زیر دیپلم یعنی اینکه ما این چیزا رو فعلا یاد نگرفتیم. یه ذره علمی نرو بالا، یه ذره مثلا با زبان کودکانه حرف بزن. الان من نفهمیدم این که شما گفتی یعنی چی. خب بذار از یکی دیگه. با ریشه نفس میکشن. چجوری سرش تو خاکه داره نفس میکشه؟ بذاریم ببینم کی میتونه بیاد کمکمون کنه. کیارش مقدم سلام علیکم، بیا تو بحث ما شرکت کن ببینم. چه بحث جالبی شد. به نظرتون گیاه ها چجوری نفس میکشن؟ خانواده های عزیزم، ببینید جالب بودن کلاس علوم این بود که بچه ها یه چیزای خیلی جالبی میگفتن. خواهش میکنم هیچ کمکی راجع به صحبت کردن همون به بچه ها نکنین تا این جالب بودن کلاس علوم رو از دست ندیم. سلام علیکم. سلام، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. گیاه ها چجوری نفس میکشن آقا؟ با ریشه شون نفس میکشن. با ریشه شون؟ چجوری با ریشه شون نفس میکشن؟ با ریشه شون تو خاکه که؟ از تو خاک نفس میکشن؟ نه، یکم در خاک باز هست. آها، خاکو باز میکنن؟ بعد نه، نه دقیقا یه کمی خاکش باز هست که بتونه نفس بکشه دیگه. یه عالم خاک روش نریخته که. میگه یه عالم. ببین من درخت دیدم تو خیابون، دور تا دورش آسفالته، خب فقط تنش اومده بیرون. این چجوری این باز این آسفالته که نفس بکشه به نظره؟ آسفالت خیلی سفته. آسفالت دیدی؟ آره خیلی سفته بیچاره، اون درخته داره خفه میشه. بذار بریم ببینیم دوستا چه نظری دارن. بذار بریم ببینیم دوستا چه نظری دارن. سر بالا وند بیا نظر بده ببینم نظر شما چیه. به نظرت گیاه ها چجوری نفس میکشن؟ سلام علیکم. سلام، خوش میگذره خونه مادر بزرگ؟ بله. خب بفرمایی، مدادتو گم نکنی، اونجا بزرگه نمیتونیم پیداش کنی. گیاها چجوری نفس میکشن؟ از طریق برگاشون. چی؟ از طریق برگاشون. از طریق برگاشون چجوری؟ برگاشون دهن داره؟ نه دیگه، حداقل برگاشون دماغ داره. ما یا با دماغ نفس میکشیم یا با دهن، درسته؟ به نظر چجوری نفس میکشن؟ درست گفتی یه کوچولو، خب ولی باید به من بگی اون دهن و دماغ برگو به هم به من نشون بدی. خونه ما در بزرگت گیاه داری؟ بله یارمه. خب برو نگاه کن ببینم دماغ و دهنشون کجاست. به مادر بزرگت بگو اینا چجوری نفس میکشن، دماغ و دهنشون کجاست، بعد بیا جواب منو بده. دماغ و دهنشون رو پیدا کن بیا به من نشون بده. باشه. خب آقای اسماعیلی بیا توی تحقیق توی این بحثمون شرکت کن ببینم. امیر حافظ بیا ببینم گیاه ها دماغ و دهن دارن؟
گیاه ها چطوری نفس میکشن؟ گیاه های سلام صبح شما بخیر. گیاه های دونه های خیلی ریز دارن که مثل ما یه دونه های ریز دارن و همون ازش میزن بیرون. من یه خیلی کوچولو دارن روی برگشون با اونا نفس میکشن. الان روی گیاه مو شما میبینی؟ نه یعنی یه دونه های ریز ریزی دارن اما موی نرد داره موی نداره. بچه خیلی مثال قشنگی زد. دقت کنین بچه همه به دستاتون نگاه کنین. همه به آفری امیر حافظ مثالت خیلی قشنگ بود. بذارین تا به بچه ها بگم بعد بریم سراغ قسمت بعد. باری کلا امیر حافظ خیلی مثال قشنگی زد. بچه به دستاتون نگاه کنین. دستاتون مو داره درسته؟ موهای ریز ریز کوچولو. این موها چطوری در اومدن؟ و از داخل یه روزنه داخل یه سوراخ‌های کوچولوی روی پوستمون هست که این موها در اومدن بیرون درسته؟ بچه روی برگم بذار ببینم مهراد میاره دماغ و دهن رو نشون بده. روی برگم یه چیزای ریزی هست. این گیاه آقای کیارش مقدم دقت کن این گیاه‌ها اینجوری نفس میکشن. ببینم مهراد آوردی؟ مهراد گیاهت آوردی؟ نه؟ چی پیدا کردی دماغ و دهنو؟ اصلا اونا دماغ و دهن ندن که. بعد چطوری نفس میکشن؟ اونا اکسیژن هوا رو به خودشون میگیرن. چجوری میگیرن؟ آهن ربا دارن؟ نه اون چیزای بد تو میگیرن به خودشون. او چجوری میگیرن؟ دیگه مدلشون دیگه. امیر حافظ الان گفت روی برگا یه روزنه یه سوراخ‌های ریزی است که ما نمیتونیم ببینیم با میکروسکوپ دیده میشه. با اونا این چیزایی که شما میگی رو به خودشون جذب میکنن. اینجوری نفس میکشن اکسیژن رو میگیرن درسته؟ تازه گیاها دیوکسید کربن میگیرن به ما اکسیژن میدن. هوای آلوده رو میگیرن به ما هوای تمیز میدن. اینقدر گیاه به درد ما میخوره. منم همیشه میخواد یه عالمه گیاه داشته باشه. همیشه میخواد باغبون شی؟ خب بچه ها بله گیاه ها فهمیدیم که موجودات زنده هستن. چرا موجودات زنده هستن؟ یکی این که غذا میخورن. گفتیم غذا میخورن. غذاشون چی بود؟ کیارش گفت. غذاشون آب، خاک، نور خورشید، همین اکسیژن و هوا. هوایی که داخل مثلا یه گل رو اگه بذارین داخل یه جایی که بهش هیچ هوایی نرسه خیلی سریع از بین میره. حتما باید یه هوای مناسبی باشه، جاش خیلی خیلی گرم نباشه. بچه توی خاک یه سری غذاها هستن که مثلا ما خبر نداریم که اون خاک چه غذاهایی داره، ولی اون غذاها برای گیاه مفیده و اصلا غذا براش به حساب میاد. پس خودش توی خاک یه سری غذاهایی هست برای گیاهان. آب هم غذاشه. اگه ما آب به گیاه ندیم سریع از بین میره. نور خورشید، گیاه ها باید نور ببینن. گیاه ها خیلی گیاه های بچه کمی هستن که احتیاج به نور ندارن. مثلا اکثر گیاه های آپارتمانی، گیاه هایی که ما توی خونه هامون داریم، بعضیشون خیلی به نور کمی احتیاج دارن. نه اینکه اصلا نور نخوان، به نور خیلی کمی احتیاج دارن. بعد گفتیم گیاه ها موجود های زندن چون غذا میخورن، رشد میکنن و نفس میکشن. نفس کشیدنش امیر حافظ بهمون گفت. اما بچه من میخوام یه کاری با شما انجام بدم. همه دقت، همه حواس و جمع، همه حواس و جمع. بچه ما فهمیدیم گیاه ها غذاشون چیه، فهمیدیم چجوری هم نفس میکشن. حالا میخوایم ببینیم چجوری رشد میکنن. همه حواس ها به من، یعنی من یه هفته دیگه دوشنبه ببینم تک تک تایید صدا و تصویر میدم ببینم که شما گیاهاتون تو چه مرحله‌ایه.
بچه یه کوچولو، خیلی نه. یا نخود، یا لوبیا، یا هر چیزی که مامان احتیاج داد، مامان بهتون اجازه داد از حبوبات. بچه نگاه کنید، اینجا رو نگاه کنید. من یه کوچولو نخود آوردم، این دستمالو خیسش کردم، این دستمالو خیسش کردم. مرحله اول اینه که یه کوچولو اندازه مثلا یه شب تا صبح این نخود لای این دستمال خیس اینطوری روشو میبندم، خیلی نه که هیچ هوایی بهش نرسه، یه کوچولو لای این دستمال نگرش میدارم، دستمالی که خیس باشه. بچه ها دقت کنین، خیلی هم ور نمیدارین ها که بچه ها اسراف باشه، چون ما فقط میخواییم رشدشو ببینیم، بعدن که نمیخواییم ازش استفاده کنیم. خیلی ور نمیدارین بچه ها که خدای نکرده اسراف باشه و حروم بشه، مثلا الکی بریزیمش دور آخرش، فقط میخواییم رشد کردنشو ببینیم. بچه ها نگاه کنین، یه ذره نخود میارین، یه کوچولو. لای دستمالی که خیسه میریزیم، یه شب تا صبح یا مثلا یه روز تا شب میمونه توی این دستمال خیس. یه کوچولو که دیدین داره بزرگ شده، مثلا این نخودا اینجوری توپل میشن و یه کوچولو این نوکشون بچه شروع میکنه به جوونه زدن. اون موقع بیای داخل یک گلدون بکارینش. حالا گلدون هم نداشتیم، داخل این لیوانای یه بار مصرف هم میشه این کارو بکنید. داخل لیوانای یه بار مصرف یه کوچولو، خیلی نه، یه کوچولو خاک بریزین، بعد روشم یه ذره همینجوری خاک بپاشین. خیلی نمیخواد که این نخودا رو غرق خاک کنین دیگه در نیاد. ببینم تو هفته دیگه چطوری میشن. فقط یادتون نره به موقع باید بهشون آب بدین، بذارینشون جلوی نور خورشید، و اینکه حواست باشه شما مسئول این نخودایین، شما مسئول این گیاهایین. گیاها موجود زندن، یعنی شما الان مسئولیت یکی از موجودای زنده رو پیدا میکنید وقتی که این گیاه، این نخودا شروع کنن به رشد کردن. بچه ها فهمیدین امروز باید چی کار کنیم؟ هر کی فهمید دستش بالا ببینم. کیا فهمیدن امروز باید چی کار کنن؟ من مثلا سه روز دیگه میگم از نخوداتون عکس بدین. فهمیدین؟ همه فهمیدن؟ کیارش مقدم فهمیدی پسرم؟ اسکندری فهمیدی؟ زرگرزاد فهمید؟ امیرحسین طباطبایی؟ امیرعلی فرهانی؟ خب دستا همه پایین، دستا حالا همه پایین، همه فهمیدن. دستا همه پایین. خب همه فهمیدن که چه کاری باید انجام بدن با این گیاها. اما بچه ها گیاها هم مدلای مختلفی دارن. بذاری من نگرانیم برطرف شه، ببینم مقدم چی کار داره. کیارش جانم فهمیدی باید چی کار کنی؟ سلام خانم سلمانی، من نخود آخه نمیشه بازار کرد. منظورتون لوبیاست؟ من بلد نیستم نخود بازار کنم. آخه نخود هیچ فرقی با لوبیا نداره، چه نخود چه لوبیا. شما میتونی لوبیا هم استفاده کنم. من لوبیا بلدم درست کنم، اگر میخواید من لوبیا درست میکنم واسه تون. باشه شما لوبیا برا من درست کن. باشه فقط توش نمکم بریزی ها. باشه گوجه هم بریز. من لوبیا و گوجه و نمک خیلی دوست دارم. سیب زمینی هم توش کن. باشه باشه آفرین. خب پسر قشنگم، پس فهمیدیم باید چی کار کنیم. برای من یا نخود درست میکنید یا لوبیا. من دوشنبه شب قبل شام نمیخورم، تا فرداش صبحونه هم نمیخورم، نخود لوبیای شمایی که برام درست کردین رو بخورم. عالی بود کیارش، قربونت برم. بچه گیاها کاشتنشون
مراقبت کردن ازشون مدلای مختلفی داره. یاسین در مورد یه گیاه که خیلی بچه ها بهش میگن طلای سرخ. یعنی چی خانم طلای سرخ؟ انقدر این گیاه با ارزشه توی کشور ما ایران، این گیاه رو میکارن کشاورزا، این گیاه رو عمل میارن، یعنی این گیاه رو بزرگ میکنن و خیلی واسه کشورمون درآمدزایی داره. یعنی چی بچه ها؟ یعنی این گیاه انقدر گرونه، میفروشنش به کشورهای دیگه و کلی پول برای کشورمون به دست میارن. این گیاه رو یاسین بهمون میخواد معرفی کنه. اسم این گیاه رو یاسین میگه و به ما میگه چجوری این گیاه رو اصلا میکارن. افین گرفته رفته روی زمینای کشاورزی پدر بزرگش فیلم گرفته. من فیلمشم نتونستم داخل اسکایپ بارگذاری کنم، حتما توی واتساپ براتون میذارم. بذارین یه ذره خودش توضیح بده چیکار کرده. یاسین جان کجا رفتی؟ طلای سرخ یعنی چی؟ سلام خانم سلمانی. طلای خوب طلای سرخ زعفرانه. زعفران بچه ها، طلای سرخ یعنی اندازه طلا ارزش داره، زعفرانه. خب تعریف کن ببینم این زعفرانو کشاورزای شهر پدر بزرگ شما چطوری به دست میارن، چیکار میکنن، چطوری میکارنش، اصلا چجوری باید بکاریم، چطوری برداشت کنیم، در مورد این محصول یه ذره برامون توضیح بده. اول زمینو باز میکنن، پیاز میزنن توش. بلند صحبت، صدات خیلی ضعیفه. اول زمینو باز میکنن، پیاز میزنن، بعدش هم آب روش خاک میذارن، آب میدن، نور خورشید میخوره، بعد تبدیل میشه به گل زعفران. ما میچینیم، پرچماشو در میاریم، خوش میکنیم، برای غذای استفاده میکنیم، گلش هم جمع میکنیم برای آرامش اعصاب. بچه چقدر بهمون اطلاعات داد. اول زمینو چیکار میکنن؟ شخ میزنن، درسته؟ زمینو بچه اول زمین های سفت و شخ میزنن. با چه وسیله شخ میزنن؟ با تراکتور شخ زن. با تراکتور بچه، با تراکتور اول زمین ها رو یه شیارایی روش ایجاد میکنن، بهش میگن شخم زدن. بعد وقتی که این زمین ها رو شخم زدن، پیاز همین پیازایی که ما میخوریم منظورته؟ نه، پیازش مخصوصه. پیازای مخصوصی داره پیاز بچه، یعنی چی؟ یعنی قیافه‌شون، ریشه زعفران، مثل دونه نیست که کاشته بشه، یه پیازای خاصی داره، ریشهش پیاز شکلیه. اون پیازاشو میذارن داخل این خاکی که شخم زدن. خب چند مدت باید بمونه؟ چند مدت باید مراقبت کنیم ازش؟ گل زعفران 5 سال. نه، چه مدتی باید مراقبت کنیم تا مثلا سال بعد باز به ما زعفران بده؟ 2 سال. 2 سال زعفران نمیده اولین باری که میکاریم؟ 1 سال میده. یک سال بعد. بله بچه ها، میگه وقتی که زعفران، این پیاز زعفران رو گذاشتیم داخل خاک، باید 1 سال ازش مراقبت کنیم، 1 سال بعد محصولش رو به ما میده. تو این 1 سال باید چه مراقبت هایی ازش بکنیم؟ باید چی کار کنیم؟ باید پیازش رو یه جایی بکنیم که یه زمینی باشه که هیچی اصلا کاشته نشده باشه اونجا پیازشون بذارید. چه نکته، وایسا استوب کن، چه نکته جالبی گفت. میگه پیاز زعفران رو باید جایی بکاریم که توی زمینش تا حالا هیچی کاشته نشده. درست فهمیدم؟ درست. خب لازم زمینش باید بزرگ باشه. زمینش هم باید بزرگ باشه. چجوری که باید بهش آب بدیم؟ هر روز باید بهش آب بدیم؟ نه، سالی 2 بار.
سالی دو بار چقدر کم آب میخوره؟ چون کم آب میخوره تو فقط اول پاییز یعنی اول مه و وسط مه و پونزده مه دو بار آب میخوره. بچه ها میگن دو بار فقط بهش آب میدن به این گیاهه، بعدش ازش بعد یه سال گل میده، درسته؟ گلاش هم بچه ها یاسین عکس فرستاده بود، گلاش خیلی قشنگه، حتما توی واتساپ ببینید. بعد جان میخواستم بگم این گلاه وسواس هم هستن، باید هیچی نخوره، خوراکی، آب زیاد، چایی روش بریزی حساسه، خراب میشه. روی این گلا چایی بریزی حساسه؟ نه، اگه ریخت خراب میشه، باید بریزی رو، برای همین حساسه. آها فهمیدم، برای همین حساسه. بچه من فکر میکنم این گلا رو میخواستن خوش کنن، خیلی بگاه تذکر دادن که چایی یه موقع آب داغی، چایی چیزی نریزی روی اینا، درسته؟ گلا حساسن. خب مرسی یاسی، تشکر، آفرین، عالی بود عزیز دلم. بله بچه ها، خیلی به نکته بامزه یاسین در مورد گل زعفران گفت. بچه ها گل زعفران خیلی گلای قشنگن، گلای کوچولو رنگای مثلا بنفش و سفید دارن. بعد داخل اون گلا این دونه های زعفران رو داخل اون گلا، مثلا دیدیم مثلا ما گل میکشیم داخلش از این خط خطا میذاریم، اون خط خطا توی گل زعفران هستن و کشاورزای ما خیلی زحمت میکشن که دونه دونه داخل هر کدوم از اون گلا اون زعفران رو بیرون بیارن. اسم زعفران هم طلای سرخ بود. بچه توی کشور ما گیاهای خیلی زیادی وجود داره. من حالا برای این هفته بهتون حتما تحقیق میدم راجع به گیاها. یه سریا مثلا میگم راجع به برگ گیاه تحقیق کنید. اما بچه یه چیز خیلی مهم میخوام بپرسم ببینم کی بلده، گیاه از چند قسمت تشکیل شده؟ کی میتونه بگه از چند قسمت گیاه تشکیل شده؟ خب الو بگو ببینم. الو جان، یه گیاه چند تا قسمت داره؟ دست داره، پا داره؟ صبح بخیر خانم. سلام عزیز دلم، صبح شما هم بخیر. به من بگو ببینم یه گیاه چند قسمت داره؟ چار. خب تصویرتو ندادی عشقا، من صورت زیباتو ندیدم. خانم تصویرم نمیاد. اشکال نداره، فعلا بگو، بعد برای ساعت بعدی که فارسی داریم برو برگرد که تصویرت هم من داشته باشم. باشه. ریشه، ساق، برگ، گل. بچه ها میگه یه گیاه ریشه داره، ساقه داره، برگم داره. بذاری من یه گیاه بیارم. مرسی عزیز دلم. بذاری من یه گیاه بیارم بهتون نشون بدم. بچه اینو ببینید. این یه گیاهه. خب گیاه سه تا قسمت خیلی مهم داره، بعضی از گیاه‌ها گل دارن ولی بعضی از گیاه‌ها گل ندارن. سه تا قسمت مهم داره. بچه نگاه کنید، گیاه رو ما توی خاک می‌کاریم. نگاه کنید توی خاک، درسته؟ ریشش توی خاکه. اگه من این گیاه رو در بیارم از خاک، شما ریشش رو میبینید. هر موقع بخواد مامان یا بابا گیاه گلدون رو عوض کنه، دقت کنید ریشه گیاه رو میبینید. ریشه گیاه داخل خاکه، درسته؟ بچه ها بعد
این ریشه گیاه اینجا به این اینجوری درازن از خاک در اومدن بیرون، به اینا میگن ساقه گیاه. میگن چی بچه ها؟ ساقه، ساقه گیاه. به اینا هم که میگن برگ، به اینا هم که میگن برگ گیاه. برگ گیاه بچه چی بود؟ برگ گیاه گفتیم روش یه سری از این روزنه، یعنی سوراخ‌های کوچولویی داره که نفس میکشه. بچه این گیاه رو باید ما بهش آب بدیم، نور مناسب داشته باشه که رشد کنه. بذاری من ببرم بذارم سر جاش که نیفته. الان میام پیش تو. خب پسرای قشنگم، حالا هر کدوم از این بخشای گیاه یک کاری رو انجام میدن. مثلا برگا خیلی غیر از نفس کشیدن، یه چیزی بهتون بگم، برگا بچه آشپزخونه گیاه ها هستن. یعنی چی خانم آشپزخونه گیاه ها؟ بچه بریم بهتون میگم کی در مورد چی تحقیق کنه، ولی یه کوچولو خیلی جالبه براتون توضیح بدم. برگا آشپزخونه گیاه ها هستن. ما توی آشپزخونه چی کار میکنیم؟ بذاریم ببینم. حسان جان سلام، تایید صدا بزن فقط. حسان تایید صدا میزنی؟ سلام خانم. سلام خانم. بله. آشپزخونه کار میکنیم. تو آشپزخونمون از سبزیجات استفاده میکنیم، از بعضی غذا میپزیم. آشپزخونمون از سبزیجات استفاده میکنیم. گیاه‌ها رشد کنن و سالم بمونن. خب پسرای قشنگم دستاتون پایین، دستاتون همه پایین. در مورد علوم کی سوال داره؟ فقط اون دستش بالا. اگه در مورد علوم هر کی سوال داره خب بذارین یه لحظه. سوال علکی نداشته باشین. امین علی جانم سوالتو بگو عزیزم. سلام زندگی. خانم سلمانی من از اول تا آخر متوجه نشدم. صداتون مد بود الان. این قسمتی الان همین قسمتی که گفتم برگ آشپزخونه. بله. ببین اینو گفتم گوش بده. گفتم ما هر خونه ای شما توی خونتون آشپزخونه دارین درسته؟ بله. توی آشپزخونتون غذا پخته میشه درسته؟ بله. برگای گیاه هم آشپزخونه گیاه هستن. یعنی چی؟ یعنی این اون توی ما آب میریزیم توی خاک دیگه درسته؟ اون آب و غذاهایی که توی خاکه به وسیله ساقه میاد میرسه به برگ. خب وقتی که رسید به برگ، برگ نور خورشید بهش میخوره، اکسیژن و هوا هم که میگیره برگ به خودش درسته؟ بله. برگ اونجا این غذاها رو میپزه، انگار این نور خورشید که گرما داره مثل اجاق گاز میمونه براش، غذاها رو میپزه بعد میرسونه دوباره به گیاه.
پس کار برگ خیلی مهمه. الان فهمیدی چی گفتم؟ بله. مرسی عزیزم. بذاریم ببینم کیان چه سوالی داره. کیان جان سوالتو میگی؟ سلام. سلام عزیزم. خسته نباش. پس کیان کو؟ کیان همینجاست. کیان جان سوال داری دستتو بلند کردی؟ مامان هم سوال داره. مامان سوال داره؟ بله گفتم بودم مثل این سبزه شب عید میشه باشه؟ بله عزیزم بله. چون شما فرمودی خاک بریزین روش تو آپارتمان خاک پیدا نمیشه به اون صورت. باز این سبزه ها راحت تره. من یه خورده تجربه هم کمه. اونجوری هم میشه. درست. مرسی. معمار نژاد حسان جان سوالتو بگو عزیزم. بچه خانم کارگری یه نکته خوبی بود. سلام خانم من. سلام خانم. من ریشه داشتم. میخوام به دوستانم نشون بدم. بچه ها اینا ریشه گیاه هستن درسته؟ ریشه های گیاه. خب بچه ها من یه صحبتی ممنون از خانم کارگری. بچه ها خانم کارگری مامان کیا نکته خوبی بود، گفت ما توی آپارتمان همون خاک پیدا نمی کنیم. خانم کارگری چون من خیلی با این گیاه ها سر و کار دارم همیشه خاک دارم توی خونه، ولی خیلی هستن که خاک توی خونه هاشون نیست، میتونن مثل سبزه عید بدون این که مثلا خاک بریزن این گیاهی که گفتم بزرگ کنن و رشد کردنش رو ببینن. خانواده های عزیزم لطفا یه دقت کنید، من یه تشکر خیلی 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 واقعا از ته دل از تک تکتون دارم. یکی این که هر موقع که هر کلیپی خواستم هر ویدیویی خواستم، یعنی واقعا از ته دلم خدا رو شکر میکنم که کلاس به این خوبی دارم. 90% مامانا عالی سر موقع فعالیت ها رو برام میفرستند. ولی خب ببینید من وقتی که کلیپ درست میکنم، خدای نکرده اصلا از روز اول بهتون گفتم من دوست ندارم یک کانالی کلاس اولی داشته باشم توی واتساپ، یک کانال خیلی پری داشته باشم. مهم زیاد بودن مطالب کانال نیست، من مهم اینه که کانال خیلی خیلی از اولی که کار کردم مثلا از اول بچگیم یه وسواس خاصی روی کارام داشتم که مرتب باشه. وقتی که میگم روانخوانی برای من بفرستین، وقتی که میگم داستان شب بفرستین، اول از همه اینو بگم من به همه گفتم هر شب داستان شب آماده داشته باشن. داستان شب رو ساعت 8، حالا 8 میگین دیره، من ساعت 6 از این به بعد میگم که مثلا نوبت کدوم دانش آموزه که برام داستان رو بفرسته. یه موقعی میبینید مادرهای واقعا خب مشکل دارن، یه موقع بیماری خدای نکرده پیش اومده، یه موقع مسافرت، اونا رو اصلا به حساب نمیارم، اونا منظورم نیست، اما اینکه مثلا من چندین مرتبه پیام میدم و حتی پیام من رو بدون جواب میذارن، این واقعا فکر نکنید که من ویدیویی میخوام که بگیرم، کانالی میخوام درست کنم که کانالم رو سنگین کنم. من اگر کلیپی میخوام درست کنم برای درک بهتر بچه های شماست، اون کلیپ رو درست میکنم که بچه ها توی کانال چندین مرتبه ببینن. مثلا من شعری که برای مهارت آغازین ای با کمک خانم سربالاوند درست کرده بودن، گفتم چندین مرتبه بچه ها این ای رو شعرش رو ببینن، با شعر بفهمن که ای اول کجای کلمه قرار میگیره، ای غیر اول کجای کلمه قرار میگیره. من تو اون شعر چندین مرتبه گفتم که بچه ها جایگاه ای رو تو کلمه یاد بگیرن. اگر کلیپی درست میکنم، اگر از مادری خواهش میکنم که برا من ویدیو بفرسته، فقط و فقط و فقط برای اینکه بچه ها
خودتون، بچه های خودمون بهتر یاد بگیرن. خواهش میکنم توی این مسئله، اول از همه هم گفتم 90% از مادرها عالی هن و من خدا رو شکر میکنم، خدا رو شکر میکنم. یکی از مامانا دیشب یه عکس برام فرستاده بود، گفته بود که من مثلا نمیتونم 6 به بعد این فیلم رو بگیرم. گفتم نکنه دیر باشه. یعنی واقعا مسئولیت پذیری خیلی از مادرها رو تحسین میکنم. خدا خیرتون بده که انقدر منو کمک میکنید. ولی خواهش میکنم که بقیه مادرها هم این کمک رو به من بکنن که من مشکلی نداشته باشم راجع به کلیپ درست کردن. مثلا من دیشب تا دیر وقت منتظر بعضی از خانواده ها بودن که ویدیو رو برام بفرستن که من حتما ویدیو دانش آموزم رو داخل کلیپ هم بذارم. نمیخوام مثلا از 22 تا دانش آموز 20 تا از بچه هم داخل کلیپ باشن، 2 تاشون نباشن. اون دانش آموزی که نیست وقتی که از اون کلیپ رو نگاه میکنه، به جای اینکه مطلب رو یاد بگیره کلن اصلا مطلب رو که یاد نمیگیره هیچی، یه دلخوری هم براش پیش میاد که چرا خانوم مثلا ویدیو منو نذاشت. خواهش میکنم دقت کنید در مورد وقتی که من میگم ویدیو رو بفرستین. این یه نکته. نکته بعدی هم که میخواستم خواهش کنم ازتون بیان کنم، ببینید وقتی من میگم روانخوانی بفرستین، داستان شب بفرستین، باور کنید اینا همه امتیاز داره، توی ارزشیابی بچه ها تأثیر داره. من تو اون ویدیو دقیق نگاه میکنم، اون ویدیو رو میبرم توی یه نرم افزاری روش قاب میذارم و نگاه میکنم که پسرم داره چطوری میخونه. بارها شده بهتون گفتم یک بار دیگه برام بگیرین، روونتر بخونه پسرم، تمرین بیشتر داشته باشه. پس خواهش میکنم توی روانخوانی ها و داستان شب، من دو شب متاسفانه نمیتونم روانخوانی بذارم، خواهش میکنم که توی روانخوانی و داستان شب یه هماهنگی با من داشته باشین. دوستتون دارم. بریم بچه زنگ تفریح تا ساعت بعد که فارسی داریم.